سلام دوستان عزیز، دوستان گرانقدر، هموطنان مهربان، یک آهنگ هندی دارم. بسیار زیاد یک آهنگ مقبول است، جدیدا نوشته کردیم. خدا کنه که مورد پسندتان قرار بگیره و کدام غلطی های داشت غلطی هایش لطفا عفو کنید. به خاطر از اینکه خودم افغانی هستم و به زبان هندی شعر سرایی بسیار زیاد مشکل دشوار است، ولی بازم یک چیز بسیار زیاد دلچسب مقبول نوشته کردیم. خودم هم شاعر هستم، هم نویسنده هستم، فیلم نوشته میکنم و داستان نوشته میکنم. دیگه ای آهنگ هست تعلق میگیره به یک داستان و فیلم، و داستان و فیلم قسمی است که بچه هندو است و دختر مسلمان است. بچه یک ذره غم و رنج و دردش بسیار زیاد است، هرچی میکنه راه حل پیدا کرده نمیتونه. بالاخره میره به یک مسجد و در اوجه آغاز به نمازخوانی میکنه. دیگه ای دختر هم در مسجد زیبا نشسته نماز میخونه، نمازش خلاص شده دعا میکنه، دعا میکنه و در این دعاست میبینه که یک بچه نماز میخونه ولی غلط، نه رکوش صحیح و نه سجدهش صحیح، نه قیامش صحیح، هیچ چیزی صحیح نیست. زمانی که نماز بچه خلاص میشه، ای دختر نزد بچه میره، از بچه پرسان میکنه، میگه آیا مسلمان هستی؟ میگه نه خیر، نه مسلمان نیست. میگه چی کار هستی؟ میگه مذهب ما هندوست. میگه من هندوستم. میگه هندوستی؟ میگه میخوای که مسلمان شوی؟ میگه بله، اگر کدام دلیل بسیار زیاد قناعت بخش نزد شما باشه و تقدیم کنید، شاید که با مسلمان شو. میگه در قدم اول خیره بگو که چی انگیزه باعث شد که به مسجد آمدی و نماز خواندی. میگه بسیار زیاد تکلیف دارم و بسیار زیاد غم و جگرخونی و پریشانی دارم، هر قدر کدم غم و جگرخونی و پریشانی به کم نشد، از این خاطر به مسجد آمدم. گفتم باش که عبادت خداوند کریم و رحیم کنم، عبادت علامیار کنم، ببینیم دیگه که چی میشه، خدا سر مهربان میشه یا نمیشه. دیگه ای دختر به جوابش میگه، میگه خداوند پاک همیشه مهربان بوده هست و میباشه و سر تمامی ما و شما مهربان است و انشالله که مشکلت حل میشه. و مشکلت چی هست؟ ببخشید دوستان عزیز، یکم اگه مریض هستم. میگه مشکل ما ایست که میگه وظیفه ندارم و دوم دیگه هم شرکه که خوردم بسیار زیاد مریض است و والده ما بسیار زیاد مریض است، دیگه از این خاطر در خانه پریشانی است و یکم اگه تنگ دستی است و پیسه ضرورت دارم ولی پیسه ندارم. میگه هیچ پروا نمی کنه، من پیسه دار است، من قرض میتم. دیگه ای دختر کوشش میکنه که بچه را یک چند پا قرض بده. دیگه یک چند پا قرض میده، همه قسمی آستاستا یاد مسجد دوست و رفیق میشن. بالاخره دختر ای را به اسلام دعوت میکنه. دیگه یک روز ای را کلمه را یاد میده که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله. و دیگه روز ای را یاد میده در دیگه ملاقات ای را لا اله الا الله محمد رسول الله ای را یادش میده و آستاستا رو کور یادش میده، سجده را یادش میده. دیگه پسان در خانه دختر مادر دختر خبر میشه از طریق دختر که رخسار یک بچه هندو را به دین اسلام دعوت کرده، دو کلمه را یادش داده، رکوع را یادش داده و طریقه سجده را یادش داده، طریقه نماز را یادش داده. دیگه بسیار زیاد خوشحال میشه، میگه یک عکس این بچه را به من نشان میده. زمان که عکس از این بچه را برش نشان میده، این بچه مورد پسند و علاقه مادر رخسار قرار میگیره. عمو میباشه که در خانه از جای یک محفل جور میشه، محفل که جور میشه دیگه مادر رخسار از رخسار توقع میکنه که اون بچه رو لطفا به محفل دعوت کو. دیگه این قصه فیلم است دوستان عزیز. وقتی که به محفل دعوتش میکنه، اینجا که میای امریش پوری هم رایزی ملاقات میکنه، میگه خودت کیستی؟ میگه من دوست رخسار هستم. میگه پیار کرتے ہو رخسار سے؟ میگه جی ہاں پیار کرتا ہوں رخسار سے. میگه اوکے جی. میگه عشق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میگه نہیں جی، اب تک عشق تو نہیں ہے، صرف پیار ہے. میگه بالکل. میگه کیا لگتی ہے تمہارا؟ میگه میرا دوست ہے. میگه اوکے جی. رخسار می طلبه، میگه این چیت میشه؟ میگه همون بچه است که نام مسلمان شده. میگه خو 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 بسیار خوب. خوازی امتحان میگیره، این کلمه طیبه را میخونه، اشهد ان لا اله الا الله را میخونه. بعد از او امریش پوری در محفل کله گیره، می طلبه صدا میکنه مایکروفون داده است چش. میگه یک نفر نو، یک هندو نو به دین اسلام مشرف شده، میگه من میخوام امیر به شما معرفی کنم. انگلیسی هم بسیار زیاد است در این محفل. ده کله شاک میشه که کی مسلمان شده. زمان گوی از این پرسان میکنه کلمه را، این کلمه را برش میگه. میگه فرایض اسلام میفهم؟ میگه نه خیر نه. میگه سنت های اسلام میفهم؟ میگه نه خیر نه. میگه در نماز بلد هستی؟ میگه 100%. میگه از کی یاد گرفتی؟ میگه از رخسار یاد گرفتیم. خب میگه اگه میخوایی که من میخوایم از پشت امتحان بگیرم، قرآن شریف برش میتم. میگه یه تلاوت کن. خب بچه چون مسلمان جدید است، قرآن شریف درست تلاوت کردن نمیتونه ولی کوشش میکنه. دیگه امریش پوری یکم اکثر از زیرش خند میزنه و انگلیس ها یکم اک خنده میکنه. یا که خنده میکنه، دیگه بچه چی میکنه که قرآن از این مشانه ماچ میکنه، بوسه میکنه و در سر میز میمانه و از سر میز آستاگه کده پایان میشه. دیگه ای باید را که ما ساختیم ای باید میخوانه. دیگه از همینجاست که فیلم آغاز میشه.
دیگه ما حالا می باید خدمتتون تقدیم میکنم. میں ہوں ہندو مسلمان میرا یار ہے، میں ہوں ہندو مسلمان میرا یار ہے، میں ہوں شام سویرا میرا پیار ہے، میں ہوں شام سویرا میرا پیار ہے، کو گئے ہیں سنم اس کے یادوں میں ہم، جس کو دل دے گئے ہیں وہ رخسار ہے، جس کو دل دے گئے ہیں وہ رخسار ہے، مجھ کو پیار ہوا کیا ہنسی رات ہے، زندگی مل گئی دونوں ایک ساتھ ہے، زندگی مل گئی دونوں ایک ساتھ ہے، ہے وہ کعبہ میری ہے وہ قبلہ میرا، میرے دل بھر میں ایسی ہنسی بات ہے، میرے دل بھر میں ایسی ہنسی بات ہے، مت پوچھو کہ کیوں کو گئے ہیں سنم اس صحرا میں، کیوں سو گئے ہیں سنم، کر لو اقرار آج اپنی یاری کی بات، پیار کی درد سے مر گئے ہیں سنم، سارے قصے کروں میں خماری کے ساتھ، کر لوں اقرار آج اپنی یاری کی بات، کر لوں اقرار آج اپنی یاری کی بات، اتنے گائل ہوئے عشق میں، اتنے گائل ہوئے عشق میں اس کے ہم، اس لیے صحرا میں بسے ہیں سنم، اس لیے صحرا میں بسے ہیں سنم، خوش نصیبی سے مجھ کو ملی ہے وفا، ایک سنم نازنین ایک دوست آشنا، ہر پل وہ ہنسے وہ صدا خوش رہے، رب کی دربار سے مانگ لوں یہ دعا، سکھ رہے ان کے پاس دکھ رہے ان سے دور، جو محبت میں کرتے ہے خود کو فنا، جو محبت میں کرتے ہے خود کو فنا، دل نہ ان کی خفا ہوئے نہ وہ جدا، جو محبت میں کرتے ہے خود کو فدا، جو محبت میں کرتے ہے خود کو فدا، میں ہوں گیت اس کی وہ غزل ہے میرا، تتلی پول ہوں میں وہ کول ہے میرا، وہ ہے آج میری وہی کل ہے میرا، درد اس کا ہمیں دیجئے اے خدا، درد اس کا ہمیں دیجئے اے خدا، جو ہے لاکھوں میں ایک وہ، جو ہے لاکھوں میں ایک میرا دلدار ہے، دے دبا ہے اسے لبوں کی سرخیاں، دے دبا ہے اسے لبوں کی سرخیاں، میں ہوں ہندو مسلمان میرا یار ہے،
मैं हूँ हिंदू मुसलमान, मेरा यार है, मैं हूँ शाम सवेरा, मेरा प्यार है, मैं हूँ शाम सवेरा, मेरा प्यार है। खो गए हैं सनम उसके यादों में हम, जिसको दिल दे गए हैं वो रुखसार है, जिसको दिल दे गए हैं वो रुखसार है, जिसको दिल दे गए हैं वो रुखसार है। دغه یې نمی آهنگ بچه دمو ساعت کم نشپوری از پیش آزمایش قرآن از این مشانه می گیره و قرآن بوسه می کنه، سر میز می مانه، دغه می آهنگ می خانه و باز میگه که جس کو دل دے گئے ہے وہ رخسار ہے، میں ہوں ہندو مسلمہ میرا یار ہے، میں ہوں شام سویرا میرا پیار ہے، کھو گئے ہے سنم اس کے یادوں میں ہم، جس کو دل دے گئے ہے وہ رخسار ہے، مجھ کو پیار ہوا کیا حسی رات ہے، زندگی مل گئی دونوں ایک ساتھ ہے، ہے وہ کعبہ میری ہے وہ قبلہ میرا، میرے دلبر میں ایسی حسی بات ہے۔ دیکھا یہ آہنگ بچہ زمزمہ میں کنا، دیکھا آہنگ شام بسیار جات نازنین است و داستان شام بسیار جات قشنگ است، با امید و با روزو یزیک از طریق یوتیوب چینل ما رو سبسکرایب کنید و رادیو تلویزیون طلوع و افغانستان به زودترین فرصت همراه ما به تماس شود تا ما سر داستان های خود، سر اشعار خود، سر بیدای خود و سر فلم های خود کار کنم. دیگه یکمک اشتباه پیش ما صورت گرفت، دیگه بسیار زیاد بخشش باشه، دیگه خودم آواز خوان نیستم، هنرمند نیستم، فقط شاعری میکنم و فلم نویس هستم. دیگه با امید آرزوی ازی که دولت افغانستان، دولت کنونی خو از بین رفته، چندان دولت نیست، ما از پیش بسیار زیاد خفه و آزرده هستیم، محترم اشرف غنی خو به وطن هیچ خدمت نکرده، دیگه این دولتی که بعد از اشرف غنی میاد، خدا کند که این دولت به مردم مسلمان افغانستان خدمت بسیار زیاد کنه، شفاخانه های زیاد جور کنه، سرک ها را جور کنه، برق بیاره، آب بیاره و مثل یک رئیس جمهور مهربان، غیرتی، با همت، با شهامت از مردهای افغانستان، از خون شهیدان افغانستان، از مجاهدین افغانستان، از ملت غمدیده و رنجدیده افغانستان دفاع کنه. دیگه با امید همه قسم یک رئیس جمهور با غیرت، با همت و با شهامت که به هر کس، به هر دشمن جواب دندان شکن داشته باشه. خدا حافظ، روز خوش دوستان عزیز. با احترام، شاعر سید صفیق‌الله آصفزاده نوشته شده در هالند.